با ادامه برنامه خوش آمدین و امیدوارم که از هر لحظه صبحتان تا ایدم لذت برده باشین. عزیزانی که نتانستین بیننده یه برنامه ما باشین، میتونین بخشای برنامه را در چنلتون ما به صورت تکرار ببینین و همچنان امروز هم یک بخش جدید را ما به برنامه اضافه کردیم، بخش باستان که همکار ما در این بخش ما را همکاری کردن و بسته تصویری و گزارش بسیار جالب را آماده ساختن، با هم ببینیم. بینندگان خوب تلویزیون آریانا، برنامه صبح زندگی، انشاءالله که جور صحت و سلامت باشین، صبح همیتان بخیر باشه. بازم وارث مجددی در خدمتتان هست و ما شاید شما در کابل اگر بیاین متوجه بعض جاهای تاریخی یا ساعات تاریخی میشین. منم بسیار زیاد مجذوب ساخته بود که باید بفهمم ساعت تاریخی از چه زمانی هست، چه روایت ها و چه قصه های داره. دیگه من هم خواستم که همی قصه هایی که من میشنوم مرا به شما نشون بتم، شمایی که همیشه دوست دارین. شاید تعجب بکنین در نقطه جایی که ما آمدیم، همیشه که از مسیر سینمای پامیر یا شیر دروازه تیر میشین، متوجه یک دیوار میشین که سر کو رفته اینم تو. دیگه او دیوار از زمانای زنبورک شاه دیگه مونده ای دیوار. قصایش زیاد هست، ای که با چه خاطر ساخته شده بود من فقط از بزرگا و از زیر سفیدا و از کلانا شنیده بودم. میگن وقتی که اینجا کسی گلکاری میکرد یا در گلکاری از پیشش همو گل مفتید یا کم کنکاری میکرد، باز خودش هم میگرفتن دمی دیوار میماندن و سرش پس دوباره دیوار میکردن تا چند سالایی که یعنی از شنیدای مردم میگن که بعضا در دیوار استخوانا هم پیدا شده. یعنی فکر میکنم همو داستانی که گفته شده حقیقت داره. بر صورت من یکی از کابولیان اصیل دارم در اینجا که بر ما روایت میکنه قصه‌ای می داشته باشه از اینجا که چه شنیده از پدر و پدر کلانایشان، چون غیر خود کابولیای اصیلی که در کابل زندگی کردن در مورد تاریخچه ازیم می دانن، شاید اوقدر ما مطالعه نکردیم یا هم نتونستیم برش وقت پیدا بکنیم مطالعه خوبتر داشته باشیم، اما خوب از بعد از این بدانیم بیشتر پیدا بکنیم همین دیوار چه تاریخچه داره، چرا خواستن در وسط کوی دیوار به شکل بالا ببرن، یعنی نه خانه این طرف پیدا میشد نه دیگه چرا. یکان سوالایی داره. من یکی از کسار هم قد خودم دارم، ریش سفید هست، بزرگ هست، وکیل هست، در مورد اینجا بسیار چیزا را خوانده مطالعه داره، از بزرگا و از ریش سفیدا شنیده، از اونا می داشته باشیم. من طرف از امو روان هستم. آیستا آیستا خود رساندیم به نقطه جایی که دوست داشتیم در موردش معلومات بیشتر پیدا بکنیم. وطندارای عزیز، بخصوص کابلیان عزیز یا هر وطنداری که در کابل آمده، از این مسیری که حتما تیر شده متوجه از این دیوار شده که دیوار چرا در سر کو به شکلی رفته. یعنی معمولا مردم قلا که جور میکنن باز دیوارهاشون به شکلی در آزر آسر میباشه، ممکنی قلا بوده یا ممکن داستان دیگه داره از خود، من نمیفهمم. سوال هزار سوال در ذهن من خلق شده، من خاطر آمدم که در موردش معلومات پیدا بکنم. اما کم کم معلوماتی که داشتم بر شما در ابتدا گفتم، ای که دیگه معلومات دیگر را پیدا بکنیم، ما باز یک ریش سفید، یک وکیل منطقه را میجا داریم که در مورد تاریخچه ازی بهتر و خوبتر میفهم. البته با معذرت بیننده عزیز، در بلندی که باشی تبعیض شمال میباشه، اگر یکان دفعه صدای مای تو به قول بعضیا خطرناک براتون میایه یا شمالک زیادتر براتون میایه، دیگه ما معذرت میخوایم چون کو از دیگه شمال داره از خودش. وکیل صاحب بسیار زیاد تشکر، خوب خواستین انشالله. تشکر لطف کردین، از هم اولتر تشریف آوریتان در این منطقه آسیب پذیر نایه اول خیر مقدم میگم، همچنان از تلویزیون محترم آریانا هزار سپاس قدردانی میکنم
که شما زحمت کشیدید و همچنان از بینندگان محترم اظهار سپاس و قدردانی میکنم. اسم ما انجینیر محمد امین داور، وکیل گزار پل آرتل نایه اول. البته قبلا وکیل گزار بودیم، خدا این وقتا بزنها تشکیل شده بیلن نیستیم، دیگه در خدمت هستیم، خدمت تلویزیون محترم آریانا، خدمت شما که شما تا به یه قدم رنجا کرده، تشکری هزار سپاس میکنه. همچنان از مجاهدین خود که در هر لحظه شب و روز در خدمت مردم است، آمدن تا به یه تشریف آوردن، تشکری و سپاسگزاری میکنم. بخیر باشین جناب وکیل صاحب. شاید بر شما گفتم در اول که اینی دیوال ما دیدیم، شاید مثل ما هزاران نفر یا میلیون نفر که از این مسیر رو مرور کردن متوجه این دیوار شدن. چی تاریخچه داره، چی گپ و قصه داری از این، چی شنیدی در مورد از این؟ والای بخی یکی دور از دیگه از همون عقل ما که این را چیز کنیم، خوازدان مردم که شنیدیم، باز تاریخ ها و گپ سخنی را که پیدا کردیم، این را میگیم که آیا این مسخ قامت یا نیست، دیگه این را خدا میفهمد. چرا تقریبا این 1500 یا 1600 سال پیش ای امار شده، ما همون چیزی که شنیدیم اونمون شنیدگی و باز چیزایی را که اتزامت کردیم در باز تاریخ ها و گپ سخن پیدا کردیم، اون ما را بر شما میگیم که یه نمی دیوار در سال قرن پنجم میلادی در دوره ردبیلشاه که یکی از شاهان یفتلیا بود امار شده و ای و بالایسار یک جای امار شده. به خاطر چی؟ به خاطر که ترسد کنن و دگه کنن، دیوار تیرکشام داشت، دگام داشت، مثل یک قلعه را ساخته بودن که مردم میگه که چهار دروازه کابل داشت، یک دروازه زمین همین شیر دروازه همین پایین دیوار داشت، این طرفش دیگه غیره بود. این در وقت ظهور اسلام که اسلام ظهور میکرد، در اون وقت ساخته شده بود که عربا سر از یا میخواستن کمله کنن یا چی کنن، به او خاطر این دیوار رو ساخته بودن. کی ساخته بود ایره؟ داستان ساخت از این دیوار چی بوده؟ چرا ایره ساختن؟ یعنی با وجودی که یعنی پیشتر خودم گفتی که ممکن این دیوار همین شکلی که ما ششتیم این دیوار تو ادامه داشته، این اون طرف که بعض جایی گفتی سر و نخ مانده از اینا. همین دیوار که از همین کوی شیر دروازه شروع در کوی آسمایی ختم میشد و نمی قسم رفته بود او طرف هم پان میشد، این طرف طرف شدای سوالین پان میشد که در دروازه لوری هم یک دروازه داشتیم به نام دروازه لوری که حالا نامش هم ویداس معلوم است که دروازه لوری. به می شکل چهار دروازه شهر داشت، مثل یک قلعه ای را ساخته بودن. کی ساخته بود گفتم امیره؟ گفتم در دوران ردبیلشاه در وقت یفتلیهات قرن پنجم میلادی ای را ساخته بودن. وطندار عزیز، ما بعض صحبت ها را در بالا داشتم، چند تصویر بسیار خوب هم داشتم از اونجا، من پایین تر آمدم. ای در نقطه جایی که من استاد هستم، دی طرف دیگه خانه های قدیمی را زیادتر پیدا میکنی که در پایین همی دیوار هست و در اینجا پرویزی سبب پیدا کردیم. آدمی که سالهای متمادی در اینجا وظیفه داشته، ای بعض قصه و حتما صحبت ها در این مورد داشته شنیده، من گفتم بیاین امیز از زبان مردم چی شنیدین، چی گفتن مردم در مورد ازی. بازم پرویزی صاحب تشکر بسیار زیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند من تشکری میکنم از آجاهای مجددی، از تلویزیون آریانا، جهانی آریانا و کامرمن و دوستایی که به حساب آمدن به خاطر تاریخچه نای اول و زیادتر دیوال تاریخی را میخواین روش بسازه. جهان تشکری میکنم، خیر مقدم میگم آمدن میدونم. بخیر باشین، زنده باشین. بیاین این حال از امی پدر کلانا، از بابا، از یک کسی چیزی شنیدی در مورد امی دیواره که به طرف کوهم توی دامدار رفته؟ خوشبختانه که ما دو داستانی که از شنیدیم که یک داستانش شاید که دوستا قصه کرده باشه که تاریخی کتاب بود یا تاریخچه کتاب بود،
که 500 سال پیش یا 5000 سال پیش یا زیادتر یا کمتر یا 5 که بوده ایره صحبت کردن. ولی ما که از دان مردم شنیدیم که دیوار تاریخی سابقه می گفتن در زمان پادشاه امان جور شده. بخندار عزیز، بیننده خوب برنامه صبح و زندگی، ما یک سلسله معلوماتی که پیدا کردم بر شما هم گفتم از زبان ریش سفیدا و بزرگای محل منطقه هم داشتیم که خود پرویزی صاحب بود و همچنان بیشتر تاریخچه زیر ما دمو نریشن در ابتدا هم براتون گفتم. خب امید دارم بر شما جالب بوده باشه. حالا دیگه خیر، میریم طرف استیدیو که همکارا هم منتظر هستن. تشکر از وارث جان و انشالله که مورد پسند شما هم قرار گرفته باشه و وقفه میگیریم. برمیگردیم به ادامه برنامه و دومین گزارش. حفیظ جان.